سلام، خوش آمدین به برنامه آیکان لیکس. امیدوار هستم که همگی جور و صحتمند باشه. دوستای عزیز، برنامه امروز ما یک برنامه اختصاصی است، یک برنامه است مخصوصا برای بیننده برنامه آیکان لیکس ما. اگر شما کدام نظریات دارین، حتما نظریاتتان را بر ما ایمیل کنین از طریق ایمیل آدرس ما iconleaks@gmail.com. نظریات بیننده ما واقعا بی‌حد مهم است برای ما، حتی اگر او نظریات مثبت باشه یا منفی باشه. ما امروز بیشتر صحبت میکنیم درباره کامنت ها و نظریات بینندای برنامه آیکان لیکس و میبینیم که مردم چی میگن درباره برنامه جدید ما. تشکر از بینندای ما که حمایت کردن برنامه ما را و سپورت کردن برنامه ما را. واقعا تشکر ازتان، شما هستین که این برنامه را واقعا موفق‌تر میسازین. خود دوستای عزیز، حال اولین ایمیل ما را براتان میخوانیم که از نیلاب جان سروری از سان فرانسیسکو. نیلاب جان برای ما نشته کرده که کوشش کنین که بیشتر هنرمندا را بیارین به برنامه ایتان و بیشتر سوالای مشکل ازشان کنین. ما کوشش میکنیم که برنامه را بهتر براتان بسازیم و بازم تشکر بسیار زیاد از ایمیلتان، از ایمیل های پرمحبتتان، از تشویقتان. عمر جان احمد از ورجینیا بر ما نشته کرده که اگر شما بتونین از طریق برنامه آیکان لیکس بیشتر دختر خانما را بیارین که در بین جامعه افغانا موفق هستن یا اینا را براتون معرفی کنیم. مثلا بسیاری دختر خانما است که استعداد دارن که ما تا حالا شاید از طریق جامعه افغانی ما اینا را معرفی نکردیم. ما کوشش میکنیم که حتما به تماس شویم که همگی، یعنی ما کوشش میکنیم که همگی، همه هنرپیشا یک برنامه تهیه کنیم. بازم تشکر عمر جان احمد از ایمیل پرمحبتتان. ایمیلی که آلا براتان میخوانم از سحر جان نوری از هامبورگ جرمنی. سحر جان بر ما نشته کرده که بسیار برنامه موفق، بسیار برنامه عالی، مخصوصا برنامه تان که کت دختر خانما بود، دختر خانمای جوان، یک برنامه بر جوانا بالاخره تهیه کردین و از ما خواهش کردن که کوشش کنیم که بیشتر فارسی صحبت کنیم. ما کوشش میکنیم که فارسی و همچنان انگلیسی صحبت کنیم، چون که یگان میمانای ما مثلا بیشتر به انگلیسی بلد هستن و ما خودم کوشش میکنم که حتما براتون تشریح کنم صحبتایشان به دری یا فارسی و حتما کوشش میکنیم که برنامه آینده ما بیشتر به فارسی باشه. تشکر بسیار زیاد از تشویقتان، بازم تشکر که برنامه ما رو تماشا میکنید. لطفا اگر شما کدام انتقاد دارین یا پیشنهاد دارین بر ما ایمیل کنین با ایمیل آدرس ما که با پرده تلویزیون است iconleaks@gmail.com. واقعا ما بسیار خوش میشیم ازتان. اگر انتقاد هم باشه، نظریات باشه، هر چی که باشه، نظریات شما واقعا مهم است بر ما. زرلشجان احمد از فیرفاکس ورجینیا. زرلشجان بر ما نشته کرده که برنامه جواد غازیار بی‌حد برنامه خوب بود. شاید بسیاری مردم انتقاد کنن مگر اقت گفته. بازم این نظر شماست و بازم اگر شما انتقاد یا نظر دارین یا پیشنهاد دارین درباره برنامه آیکان لیکس، حتما بر ما ایمیل کنین به ایمیل آدرس ما iconleaks@gmail.com، چون نظریات شما به حد بر ما مهم است. ایمیل بعدی ما از عمر جان امیری از فریمونت کالیفرنیا بر ما نشته کردن که کوشش کنین که بیشتر هنرمندا را از افغانستان یا کابل بیارین. ما به کالیفرنیا زندگی میکنیم و کوشش میکنیم که ما هنرپیشا را بیاریم، هنرمندا را بیاریم، هر کس که مثلا یک استعداد داره و ما کوشش میکنیم که این هنرپیشا را برای شما معرفی کنیم. و همچنان ما صحبت کردیم که بسیاری هنرمندا و هنرپیشا که به افغانستان هستن و حتما چهرهایشان از طریق برنامه آیکان لیکس میبینین. تشکر عمر جان. لیلا وزیری از قندار. لیلا جان بر ما نشته کرده درباره مصاحبه رامین و عمر شریف. ما باید همدیگر پذیر باشیم و باید یکی دیگر سپورت کنیم و تشویق کنیم، مخصوصا هنرمندای ما، چون هنرمنداست که بر ما افغانا بیشتر خدمت میکنن. خود تشکر بسیار زیاد لیلا جان از ایمیلتان و از اینکه هنرمندایتان تشویق کردین و از اینکه برنامه ما را تماشا میکنین. بازم اگر شما کدام نظریات دارین بر ما ایمیل کنین به iconleaks@gmail.com. ای ایمیل است از یک خانم از تهران، رایلا احمد.
رولا جان نشته کرده که خواهش میکنم اگر بتونین بیشتر ورزشکارا را بیارین و افغانای امریکایی را که مثلا افغانای موفق ما که شرکت های بزنس دارن اینا را معرفی کنیم برای افغانای ما. بازم تشکر رولا جان از ایمیلتان و از اینکه برنامه ما را تماشا میکنین. ما حتما در برنامه آینده خود کوشش میکنیم که ورزشکاران بیاریم و ما حتی یکی از پلان های ماست که ما افغان ها رو بیاریم که مخصوصا به شرکت و به کارهای بزنس های خود موفق هستن، چون این بسیار مهم است که ما اینا رو معرفی کنیم برای همگی. این ایمیل است از یک آقا جان، مسعود جان نوابی از لندن. مسعود جان درباره برنامه مجی مژگان صدیق زاده برای ما نشته کردن که بسیار مصاحبه عالی، بسیار مصاحبه مثبت، ما آل علاقمند مجی شدیم. خود تشکر مسعود جان از اینکه برنامه ما رو تماشا میکنی، از همکاریتان. امیدوار هستم که بازم بیشتر برنامه ما رو تماشا کنین و اگر شما کدام انتقاد یا نظر دارین حتما بر ما ایمیل کنین. من میخواستم که درباره برنامه جواد غازیار کتان صحبت کنم، چون زیاد مردم بر ما ایمیل کرده بودن درباره مخصوصا این برنامه و میخوام که شما بفهمین که ما به عیس یک برنامه، به عیس یک برنامه ساز، به عیس یک گوینده، من میرم کت هر کس که باشه کت زو میشینم، مصاحبه را پیش میبرم، من سوال ها را ازشان میکنم، مگر باید بفهمین که اینا خودشان سوال ما میکنم جواب خودشان میکنه. ما پیش از برنامه درباره سوال کتشان صحبت نمیکنم و حتی برشان نمیگم که چی بگوین چی نگوین. ما میمونم و نمیگم همچنان که ای جوابشان درست است، غلط است، راست است، ای حقیقت داره یا نداره. ای قضاوت شما بیننده برنامه آیکون لیکس میکنین قضاوت، و اگر شما برنامه رو خوش ندارین یا میمون برنامه رو خوش ندارین برنامه رو سعی نکنین. مگر تشکر که علاقه دارین به برنامه. هر کس نظریات خود داره، هر کس علاقمند یک هنرمند مختلف است. دوستا و بیننده که برنامه آیکون لیکس تماشا میکنن، شما باید بفهمید که ما میمان براتون میاریم و ما سوال ازشان میکنیم، جوابشان شما جوابشان قضاوت کنین. اصلا به ما برنامه آیکون لیکس هیچ مربوط نداره. بازم تشکر که برنامه ما رو تماشا میکنین. تو ما میخوایم درباره یک موضوع صحبت کنم، درباره شالاجان زلاند که یک ویدیو از طریق لایو خود برام ساخته بود و انتقاد کرده بود درباره مصاحبه ام که یکی از هنرمندا. شالاجان، ما اول از شما تقاضا میکنم که شما همچنان بیاین میمان برنامه ما شوین و میخوایم که عطا نظریات شما رو بشنوم، عطا اگر درباره خودمان باشه مثبت منفی، بازم میمان برنامه آیکون لیک شوین و هر نظر که دارین از طریق این برنامه میتونین درباره هر چی که باشه صحبت کنین، چون میفهمم که صحبت هایتان زیاد است. خب بیشتر میخوایم درباره از این برنامه صحبت کنم. ما میمان به این برنامه میاریم، ای که میمان ما چی میگه اصلا به ما هیچ اصلا مربوط نداره. شالا جان بازم معذرت میخوایم از پیشتان اگر کدام سوء تفاهم شده، اینه باز دوباره برین برنامه رو ببینین، از زبان ما اصلا هیچ کدام انتقاد نشنیدین. بازم بیاین هزار دفعه میمان برنامه ما شاین، برنامه شماست. خود استاد عزیز یگان مردم انتقاد کرده بود درباره برنامه ما، مخصوصا مردم بودن، بیننده ما بودن که از افغانستان یا ایران بودن، زیاد انتقاد کردن سر این برنامه که دختر خانما و دوستای خود آورده بودیم به این برنامه و صحبت میکردیم درباره موضوع مختلف. شما باید بفهمین که این دخترها به امریکا کلان شدن و از فامیلای مختلف میاین. یکی از دختر خانما که بود مثلا پدرش افغان بود، مادرش امریکایی بود، یکی دیگهش سنایشان بسیار مختلف بود، یکی دیگهش مثلا به یک شهر دیگه زندگی میکرد از اینجا 5 ساعت دور. اونا که به یک شهر دیگه کلان شدن، ما حتی کلتور ما فرق میکنه و ما باید اونا رو تشویق کنیم، چون امروز شما میبینید که جوانای ما متاسفانه بسیار آسان است برایشان که برند به فیسبوک عکسای خود پست کنن، مگر اگر یعنی نمیخواین، اگر فامیده باشن، درس خوانده باشن، نمیخواین که بیاین به پرده تلویزیون و بر مردم استعداد خود نشان بدن. و این مهم است. درست است که آدم میتونه یک عکس مقبول یک دختر خانم ببینه، آدم بگه مقبول است،
مگر آدم صحبتایش بشنوه او چی میفهمه، هدفش چیست به زندگی، هدف ای جوانا به امریکا چیست، هدف جوانای ما به افغانستان چیست. ما این مسئولیت ماست که برنامه را تهیه میکنیم و برای شما مردم افغان ما باید نشان بدیم و معرفی کنیم زندگی های مختلف افغانای ما به هر کنار دنیا که هستن و هر کس که باشه او یک آرزو داره، ما باید او را تشویق کنیم تا که میتونیم تشویق کنیم و کوشش کنیم که یکی دیگر را سپورت کنیم. این بسیار مهم است. انتقاد بسیار یک چیز آسان است. من هر کسی را که به برنامه میارم کوشش میکنم که هدف داشته باشه و همچنان یک کس باشه که فکر مثبت داشته باشه که ما بتونیم که از یکی دیگر یاد بگیریم. هر رابطه که باشه، رفاقت، همکاری، هر چی که باشه، ما باید کوشش کنیم که از یکی دیگر یاد بگیریم. We have to support each other regardless what the issue or problem is. کل ما کرکترهای ما فرق میکنه، پرسنالتی ما فرق میکنه، مگر بالاخره کل ما افغان هستیم. افغان هستیم و اینمی افغانیت ما است که ما را امروز به پرده تلویزیون میاره و تا بال اینمی لسان دری و فارسی علاقه داریم که این لسان صحبت کنیم و بیشتر درباره کلتور خود یاد بگیریم. و این بسیار جالب است و مهم است که جنریشن خرد ما، جنریشن نو ما علاقه بگیرن به کلتور افغانی. تشکر بسیار زیاد از بیننده‌های ما که بر ما ایمیل کردن. تشکر از ایمیل‌های مثبتتان، از ایمیل‌های منفیتان. بازم نظریات شما بسیار بر ما مهم است. این بخش برنامه ما در پایان رسیده. آل میریم با هم بخش خالد صیغانی، فوتوژورنالیست، کامرمن و دایرکتر موفق برنامه های تصویری. خالد صیغانی با تجربه سالیان دراز در فناوری فیلمبرداری، ویدیوگرافی، شوتنگ رویدادهای خبری، هنری و فرهنگی با تلویزیون های طلو، آریانا، بهار و ده‌ها رسانه های معتبر کشور یک نام آشنا در نقش آفرینی و ماندگاری محافل هنری، رسمی و شخصی شما. خالد صیغانی رویدادهای زندگی، خوشیها، محفلها و مراسم شادمانی شما را با مهارت‌های حرفه‌ای، شوتینگ و فیلمبرداری دقیق، پروفشنال و بی‌عیب کماکان به بهترین صورت بازتاب می‌دهد. خالد صیغانی با قیمت مناسب، وقت کم، بالاترین کیفیت برای شما و خانواده‌هایتان یادگارهای شیرین از خوشیها و شادی‌هایتان را به جا می‌گذارد. لطفاً با ویدیو پروداکشن خالد صیغانی در تماس شوید و محافلتان را با فیلمبرداری، ادیتینگ و محصول ناب ویدیوگرافی خالد صیغانی ماندگار سازید. خود دوستای عزیز، آله براتون می‌خوانیم کامنت‌های ما که از طریق فیسبوک بر ما روان شده. اولین کامنت از واتو صادق. واتو جان نشته که درباره برنامه جواد غازیار، که جواد غازیار راست میگه و من فکر میکنم که قیس الفت یک جای جج داره که قضاوت کنه درباره هنرمندا که به برنامه ستاره افغان میاین. بازم این نظریات شماست و به انگلیسی نشته کردن He is very right. I think only Qais deserves this position because he does know his music. یعنی میگن که قیشان الفت بیشتر درباره موسیقی میفهمه. یک کامنت دیگه از یکی از جوانای ما، منصور شریفی، به انگلیسی نشته کردن Sadly, the people who tell the truth are unlucky and won't get a good reputation. یعنی میگن مردم که بیشتر حقیقت میگن شهرتشان زودتر از بین میره. و بازم این نظر شماست. ما فکر میکنم که یعنی از نگاه هر کس که حقیقت میگه، خب بین ما افغان ها ما عادت نداریم متاسفانه، مگر ما باید کوشش کنیم که هر چی که باشه
او رو بر مردم بگویم و حقیقت ما باید معرفی کنیم بر مردم. اینمی مقصد برنامه ماست که بتونین که چهره را که شما از طریق اینترنت میبینین، تلویزیون ها میبینین، این چهره را براتون صحیح معرفی کنیم و چهره خصوصی ای هنرپیشه براتون نشان بدیم. خب یکی از کامنت ها را میخونیم از اینستاگرام با نام گلم میری، درباره برنامه رامین و عمر نشته کردن نظریات خود دادن. به انگلیسی نشته کردن: No hate towards them, but no one can reach Aryana Saeed. She is the Afghan queen and she's made many beautiful songs. Official Ghazal Sadat: She doesn't need to sing to make money. She's living the dream in Dubai. She's loaded and is a business woman. Just pointing out the facts. تشکر بازم از نظرتان و همچنان تشکر از پیج های اینستاگرام که ویدیوی ما را تشویق کردن و سپورت کردن. خب ما یک کامنت از آقای سمی نوابی، کامنتشان را میخوانم زیر برنامه ما و دختر خانما که این برنامه را مخصوصا برای جوانا جور کرده بودیم. سم نوابی نشته کده: Very informative show. Well done to everyone on the show. You have all done an amazing job. تشکر از سیم جان نوابی، تشکر از تشویقتان، از ایمیل پرمحبتتان. همچنان از نازی نیازی از ولی کالیفرنیا، سمی ولی کالیفرنیا نشته کردن: Good job وانا جان. I have many more topics for you guys in the future. اگر شما کدام تاپک دارین، تاپکتان را حتما بر ما ایمیل کنین. بازم تشکر بسیار زیاد از نظریاتتان. اگر شما کدام شرکت هستین یا سپانسر هستین و میخواین که برنامه آیکون لیکس سپانسر کنین، حتما بر ما ایمیل کنین و ایمیل آدرس iconleaks@gmail.com. تشکر خاص از Shadow Events and Management که استیج لایتینگ زیبای ما را تهیه کردن. و اگر شما کدام شرکت بزرگ هستین یا کدام کمپانی هستین و میخواین که سپانسر آیکون لیکس شوین، میتونین بر ما ایمیل کنین با iconleaks@gmail.com. بازم تشکر که برنامه امروز ما رو تماشا کردین. شب روز خوش. خداحافظ.